نمیدونم درست متوجه نشدم، حالا میپرسم ازش. فقط یه پیغام گذاشته بود، حالا اگه بتونم پیداش کنم دوباره. خب کدوان دکتر این جان لایف شد ولی تبلت من هم بازی رو در میاره. الان یه مقدار بهش وقت بده دکتر جان، ببینیم چطور میشه. الان گرفت، الان لایف هستیم. درود بر هممیهنان گرامی، برنامه دیگری رو با همکاری بانو آناهیتا زند و دکتر کیومرث زند کرمانی پیشکش میکنیم. برنامه در خیلی شماست، بفرمید. درود بر کدوان گرامی، مازیار پدرام، درود بر هممیهنان گرامی. امشب تیرشید 18 اردیبهشت 12346 از کیومرث مهمیترایی، روز رشن از ماه هست در واقع، و هشتم می 2013 به تاریخ ترسایی. بسیار فرخنده، چه روز بسیار فرخنده ای. درود بر شما کدوان گرامی. به چه تصویر زیبایی رو تصویر رو بسیار زیبا شما درست منظم کردید. بسیار برجاوند در سمت چپ که درفش کاویانی، در سمت راست هم یکی درفش بسیار کهن از شهرهای سوخته تمدن جیرفت و آراتا باره. آراتا 5 تا 8 هزار سال پیش، و در میان هم برخلاف نظر بعضی که در این تلویزیون ها میگن آناهیتا سوارشی، نه اون میتراست. میترا خود خورشیده و خود خوره. دقیقا. و از پشت شیر که نیروی، چون نیروی هر ورجاونده، هر باشندهی در پشت اوست، در است پشتیبانه، پشتوانه اوست، در پشت اوست. شما اینا رو بهتر توضیح میدید. اون امشب برنامه دست شماست با مانایید، ولی کدوان گفتن، کدوان آرش پیام گذاشتن الان توی در قسمت چت موبایل چت روم، و درود بر ایشون. پیامشون بسیار وجاوند. ما برنامه خاصی برای دوره زندیه، بخصوص لطفعلی خان زند، اصلا این اسطوره تاریخ ایران، جدا این کسی که با راز و رمز هستی در پیوند بوده و اصلا موجودی که به افسانه ها پیوسته، از توانایی و نیرو و خرد و جانی که این فرزند جوان ایران تا 25 سال بیشتر زندگی نکرد، ولی انگار که 1000 سال زیست در اون 25 سال. حتما میرسیم ما به دوره زندیه میرسیم، و دوره زندیه آخرین دوره بود که یک سلسله ایرانی واقعی راستین در ایران بود، که با توطئه یهودیان قفقاز و حمله دادن آقویون و قیقویون‌ها که قاجار و تاتارهای آدم خور باشن، دوباره ایران رو یهودیان تصرف کردن و هنوز هم ما در تصرف همونها هستیم، چه در شکل به اصطلاح آخوندش، چه در شکل آخمم رضاییش، در هر شکلش اینها، در شکل آخوندیش که خب همون یهودی هایی هم که اگزیلارک هایی هستن که خودشون رو به هر شکلی در میارن. ما به اونجا خواهیم رسید دوست گرامی آرش، آرش گرامی شکیبا باشید. حتما میرسیم. واقعا دست نقطه بسیار جالبی گذاشتید، برای اینکه لطفعلی خان زند رو باید از نو شناخت، برای اینکه کتاب های همون قاجار ملعون، اون یهودی های پست انگلیسی نوشتن به نام خاجه تاجدار در مورد آقا محمد خان آدم خور، که قهرمان سازی ازش کردن و گفتن استقلال خواه بود و از این مزخرفات، که قلب تاریخه، یعنی تقلب در تاریخه. ولی به اونجا خواهیم رسید. بله حتما، جستار بسیار مهند و مهم است. امشب ما در پیگیری برنامه های فرهنگی تیرشید ها و به آنجایی رسیدیم در از شاهنامه پردیسی که به دوران ضحاکی، به پایان در واقع دوران ضحاکی و چگونگی رستخیز کاوه آهنگر و
پیوستن او با فریدون فر شهریاری که در این فرزند آریایی میتابید به بهترین وجهی، و در واقع به اون دوران تاریخی رسیدیم که و چگونگی به وجود آمدن درفش کاویانی از این دست ورز و مهر پرور که یکیش نمایندگیش رو کاوه آهنگر در دست داشت و دیگری فریدون آریایی، و این چگونگی به وجود آمدن درفش کاویانی. یه کوتاه برنامه امشب رو من ویژگی میدم به درفش های کهن ما. البته ما میدونیم که درفش های جانبی زیادی داشتیم که حتی در خود شاهنامه هم سپستر خواهد آمد، ولی درفش های بنیادینی که یا درفش بنیادینی که ما در واقع آریایی ها درست کردیم همانا درفش کاویانی میباشه. در این فرتوری که دستچین کردم شما درفش کاویانی که تا به زمان ساسانیان هم در دست رستم فرخزادان از جنگاوران و گردان سرلشکری که در واقع در رویارویی با لشکر عرب یهود در قادسیه و همراه داشت، چنین درفش کاویانی در دست داشت، و در سمت راست فرتور درفشی کهن‌تر شاید که از دوران برونز ایج یا دورانی که اینها شاید نه یعنی خیلی کهن‌تر، اینها میگن که به نام درفش شهداد معروف هست، چرا که از شهر شهداد که یکی از شهرهای سنترال، شهرهای پایتختی و مرکزیتی بود که در اون مجموعه شهرهای سوخته کرمان و سیستان به ویژه کرمان و تمدن جیرفت و آراتا به دست آمده، که اینها قدمتش رو کهن بودنش رو به 6000 سال میزن چون از برانز و برانز ایج و اینها، ولی همون گونه که ما بررسی کردیم و تاریخ راستین رو دست کم تلاش کردیم که بازگشایی کنیم، این است که دوران فلزات و ذوب فلزات به زمان هوشنگی میره و ما با مدرک و بازگشایی دانشی هم آثار هم کتب و هم دانشی نشون دادیم که دوران هوشنگی در بیش از 11000 سال پیش بوده. درسته، و اون چیزیه که امروزا در دانشگاه ها که تاریخی که جهودان نوشتن به دست به بشریت درس میدن، اینی که اینا همه دوران ها رو در غرب بررسی میکنن، در نمیدونم جایی که چیزا مسوپوتامیا بودن و اون چیزا سومریان هم کردن و اینها، اون دوران ها رو بر طبق همون آدم خوران پدران آدم خور خودشون، در صورتی که دوره های زمین شناسی و تاریخ و تاریخ تمدن یا شهرنشینی در اصل باید از نو بررسی بشه که بررسی شده، ولی خب اینا انقدر پرو هستن که دانشگاهشون هنوز آشغال های قدیم رو درس میدن، ولی امروز مدارک کافی هم از زیر زمین بیرون اومده و هم تاریخ اون قسمت های تاریکی که یهودیان درست کرده بودن به روشنی گراییده. اینه که دوران روانسازی فلزات از دوران هوشنگیه، برعکس اون چیزی که شاهنامه شناسان بهایی و جهود سعی میکنن بگن اینا داستانه، تاریخ بسیار دقیقه، بی برو برگرد، و اینها رو ما از در ستاره شناسی، دیرین شناسی، آثار باستانی، لایه های به دست آمده و تاریخ تقویم به گاه شمار برای شما باز کردیم من. این دلایل رو و بسیار روشن است که میره به 10 تا 11000 سال پیش، نه 8000 سال پیش. در واقع دوران هوشنگی از 11300 سال، و من تاریخ دقیقش الان بهتون میگم، 11335 سال پیش تا 12305 که این دورانی است که دوران هوشنگی بوده و روانسازی فلزات و چیزهایی که برشمردیم زمانی که این دوران رو بازگشایی می‌کردیم، کاریزها، راه‌های آبی و این گونه کشاورزی
گسترده رو در اون موقع پایگذار کرد. شهرنشینی پس از یخبندان، شهرنشینی دوباره آریایان پس از یخبندان، چون پیش از یخبندان هم، یعنی پیش از 12000 سال تا 20000 سال بیشتر، 12000 دوره پیشین پیش آریایی به پیشین آریایی دوران وداها بوده. بهش خواهیم رسید. کوتاه بحث کردیم. دوستان میتونن برای نگاه کردن به بخش فرهنگی و تاریخی به دوران هوشنگی، دوران هوشنگی به آرشیو بالای صفحه تیوی پارسی نگاه کنند و اینها رو به ترتیب کتبان گذاشتن از 1 تا 60 خورده. بله، بر روی گفتیم که زمانی که به دوران آخر ضحاک میرسیم و الان به 9600 700 سال پیش میرسیم، 9605 سال پیش در واقع، که دوران فریدونی آغاز میشه و این درست در همون مرحله هستیم. و این که چگونگیه به وجود آمدن این درفش کاویانی رو دست کم در اون زمان رو از شاهنامه پردیسی باز کردیم. من حالا امروز یک مرور دیگه میکنم، ولی این که کل بنیادین این درفش کاویانی که در واقع نماد آریایی هست از گردونه مهر آریایی، این نشانه است از گردونه مهر آریایی که بر این درفش نقش بستیم، همون که سواستیکا یا گردونه مهر. دقیقاً. و این خودش یک ژرف‌نگری نشون میده که این همانا گشایش نخستین مهبانگ هستی است که ما به گونه چرخ مانند این چرخه هستی رو نماد کردیم و این چهار سوی اون هم خودش دلایلی داره که چهار سوی هستی، چهار فرس هستی، چهار نیروی هستی و سپس در چهار گوهر آب و خاک و آتش و باد هست که نمایندگی میکنه و به هر روی چرخش انرژی هستی بخشی است که به اصطلاح این زمان و مکان جهانی ما رو گشایش کرده. بله، سواستیکا هم واژه آلمانی نیست دوستان. بله، آقا چون این سواستیکا آلمانی میشه، هیتلر میشه، نخیر. بله، واژه سانسکریت مادر و پارسی باستان، دو خواهری که مادر زبانهای جهان هستند، زبانهای زنده جهان. کدام زبان‌های زنده؟ حالا من نمی‌دونم زبان زنده موجوده، ولی زبان‌هایی که ریشه آریایی دارن، اینا بهش میگن هند اروپایی، در صورتی که هند آریایی که بعداً اروپایی‌ها با زبان رو که اصلا احتمالاً واواو می‌کردن قبلش از ما یاد گرفتن که هر چی که هست در لاتین و مشتقات لاتین، فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، اینا همه از ریشه هندو ایرانی، یعنی هندو آریایی باید گفت داره، که اینها از ترسشون اسم میذارن هندو اروپایی، یک واژه کاملا ضد علمی مزخرف عجیب و غریب اینا، یعنی در واقع هندو ایرانی آریایی، چون هر دو آریایی هستن. بله، هم یه جوری میخوان از رو ایران بپرن همیشه اینا، مثل اون پس اووره. بله، یه یهوه از رو خونه جودا میپریده. بله، اینجا هم همون ادا، یهوه همون ادا رو در میاره، یهوه تورا از روی ایرانی ها یه جوری میپره که اونا رو به قول معروف نابود بکنه. اونجا جودا راسین که نگهداره از روشون میپریده. بله، سواستیکا در واقع از دو بخش سوا و استیکا که در واقع هستی بخش نیک و سپنت هاست، چم زبانی اون، معنای زبانی اون هستی بخش سپنت ها و مینویه. رفتی هم با آلمان و بله. نداره بله، به هر روی این گردونه مهر که نمایندی گفتیم از گردش انرژی هستی و گشایش گهان ما و اون مهبانگ اولیست، چیزیست که به هر روی از گونه دانشی ما آریایی ها به اون دست یافته بودیم و حتی در یشت های کهنی که باز به دستمونه 12000 ساله که مهری یشت از جمله یشت های کهن محسوب میشه، در مهریشت یه کوتاهی حتی اگه از مهریشت هم نگاه کنیم میبینیم که این نماد رو به زیبایی میتونیم در این درفش کاویانی ببینیم. میگه گردونه مهر را زیباترین آفریدگان، یا میتونیم بگیم باشندگان، که هرگز به راه نادرست نروند میرانند.
آن گردونه را که سپند تا مینو بساخت، گردونه به زیور ستارگان آراسته مینوی را می ستاییم. در واقع این باز بزرگ داشتی از اون مهر و اون و مهبانگ و اون انرژی نخستی نیست که از این آتش بزرگ در واقع و این گنبد تیزرو رو گشایش پیدا کرده رو به ما میرسونه، و اینکه این به اصطلاح نمادهایی که ما سپستر در این درفش کاویانی میبینیم از جمله هور و ماه و ستارگان و این چیزهای زیبایی که بر اون نصب میکنند هر دورانی و هر پادشاهی، اینها نمادی است از همین گیتی و گشایش گنبد تیزگون. بله، اگه دوستان برن به بخش فرهنگی زمانی که ما پردیسی رو از روی اول صفحه اول شاهنامه شروع میکنیم، نشون میدیم که چیزی که امروز بهش میگم بیگ بنگ 13.7 میلیارد سال پیش جهان شروع شد، یعنی تایم و سپیس، زمان و مکان ما، این که ما توش هستیم، شروع شد با سرعت نور در حال گشایشه. میبینیم که دقیقا بعدیسی از اون فرهنگ ایران میگه با تیز رو در حال باز شدن این گنبد، دقیقا هم این گونه است، یک گردونه است. و چرا گردونه است؟ به این دلیل که هر چی که در هستی پس از مهبانگ یا بیگ بنگ به قول غربی درست شد در حال چرخش، انرژی در حال چرخشه و ماده‌ای که از انرژی به وجود میاد در حال چرخشه. خورشیدها به دور خود در حال چرخشن و سامانه ها گرده های به دور اونها در حال چرخشن، سامانه های به دورشون در حال چرخشن، خود اینها در داخل کهکشان در حال چرخشن و کهکشان به دور خودش در حال چرخشه و کهکشان ها هم با سرعت نور در لبه بیرونی هستی با سرعت نور در حال باز شدن، در حال چرخیدن و باز شدن. پس این چهار فورسی که در لحظه اول به وجود اومد که تو کوانتوم مکانیک امروز یا ریلیتیویتی بیگ فورس و سترانگ فورس و الکترومگنتیک و گراویتی اسم گذاشتن، میبینیم که در فرهنگ ما همه اینها خیلی راحت خودتا همون تخمه زاینده است که نیروهای هسته رو به هم چسبونده، بیگ فورس و سترانگ فورس. مهر همون گراویتی یا کشش یا کدان کد معرف شده ابلهانش جاذبه و الکترومگنتیک هم که میدونیم که هم به اشکال نور و هم به اشکال امواج دیگر در حال پخش شدن آنهایی به اونجا میرسه که سمبل این آویزه های رنگی که از درفش کاویان آویزانه، زرد و سرخ و بنفش. چرا؟ نماینده این وایبریشن های هستی بود، چون هرچی که در هستی بود از این وایبریشن یا از این لرزش ذرات انرژی که به وجود اومده. بعضی از این لرزش ها رو ما میبینیم که بهش طیف نور هفتگانه و هزاران رنگ میونه اون، یعنی شید میونه اون در هست و بالای اون رو نمیبینیم، یه تعدادشون میشنویم، یه تعدادشون رو با گوش میشنویم، یه تعدادش با چشم میبینیم این ویبریشن ها رو یا طول موج ها رو، یه تعدادی هم اصلا نمیشنویم موجای رادیویی و به اصطلاح ماکرو ویوز و مایکرو ویوز، موجای کوتاه، موجای بلند، موجای فوق بلند. تمام اینها اون چیزی که نشون دهنده اینه که زمانی که ما این طیف نورها رو میدیدیم از خورشید بر ما میتابه، اونها رو به شکل رنگ‌های مختلف که همون طیف تابنده خورشید بود به گفتیم گردونه مه که نماینده گردش همه چیز در هستی است، اینها همه به دانش وابسته میشد، نه به نمیدونم خیالات و داستان‌ها و نمیدونم چیزای مزخرف مذهبی که در تازیان به وجود اومد یا اسطوره‌هایی که تازیان می نوشتن برای شکم زیر شکمشون برای استثمار جامعه، بلکه اینها اگه بتونیم چیزایی که در فرهنگ ایران هست اگر بتونیم اسطوره بذاریم که بالاتر از اون هست، دانش خود دانش هست، به این دلیل فشرده و اسطوره با نوشته می شد که عام رو یا کل رو در نظر نگه داشته باشه انسان، چون جزئیات همیشه دزدیده می شد و نابود می شد و به دست تازیان از بین می رفت، ولی اسطوره موقعی به طور کل گفته میشد و به صورت سمبولیک هر چیزی سر جای خودش قرار میگرفت قابل نابود کردن نبود، میتونست از
پدر و مادر به فرزند منتقل بشه، اون دیدگاه یا اون جهان بینی رو در انسان به وجود بیاره که اون دیدگاه دانش پایه است، که اون دیدگاه از کل به جز رفتن و از جز به کل رفتن رو راحت بتونه فرزندان ایران بر اساس شناخت اسطوره‌های خودشون درک کنن. دقیقاً این دانش بوده. به هر روی برگردیم به اون برهه تاریخی، این که در اون هزاره ضحاکی میبینیم که این تازیان و این نتوفیان ها هستند که حاکم بر سرزمین اهورایی و مهرپرستی هستند و در واقع حاکم میسن حمله میکنن، حمله کرده و حاکم شدن بر سرزمین ها بخشایی. بله، چون نتوفیان ها نتونستن کل ایران رو بگیرن و بخشایی از ایران دست اندازه میکردن دوران ضحاکی. بله، دوران ضحاکی رو میگی. بله، که حکومت رو دست گرفت. بله، دوران هزاره ضحاکی که در دست اینها بود. بله، خواهش حاکم بودن، این که به هر روی این مهر پرستی و این آریامنشی و این راه آریایی سرکوب شده بود و این است که میبینیم زمانی که این کاوه آهنگر به همراهی مردمان و فریدون پیشدادی در واقع این فرهنگ آریایی رو، راه آریایی رو دوباره به دست میگیرن رو و به روی می آورند و به صراط زنده می کنند، اینها نماد درفش رو یا از سر و یا اینکه بنیان می دهند این درفش کاویانی رو و اینگونه در شاهنامه پردیسی به زیبایی جستارش رو پردیسی بزرگ برای ما باز کرده که چیزی که از زمین بیرون اومده اینها ظاهراً از نو پایه‌گذاری میکنن. درفشی که در زمان هخامنشیان باقی مونده بود تا زمان ساسانیان باقی موند و در دست رستم فرخزاد بود که قادسی زخمی میشه این درفش میفته. در اصل درفش‌های قدیمی رو می‌بینیم که تقریبا همونه، همون چهار سویه رو داره، همون چهار گوش رو داره و همون عقاب روی نیزه که بسیار جانور ورجاوند و همای سعادت در واقع و عقابی است که بر روی در پلاک‌هایی که از دوران هخامنشیان نیز به دست میاد در اون هست. یک کوتاه نگاهی به شاهنامه، این که میگه چون پوست بر نیزه بردید کی، به نیکی یکی اختر افکند پی. اختر همون هور یا خورشید یا همون سمبل چرخش و نیروی هستی بخش انرژیزاست که بر روی اون اختر رو پی میافکنه. هر ستاره یا خورشید یک اختر هم. بله، بیا راست آن را به دیبای روم، زگوهر بر و پیکر و زرش بوم. بزد بر سر خیش چون گرد ماه، یکی فال فرخ پی افکند شاه. اینجا شاه فریدون شاه است. فرو هشت از او زرد و سرخ و بنفش، همی خواندنش کاویانی درفش. همون گونه که کیومرث باز کرد، این رنگ هایی که به گونه ریشه مانند از این درفش کاویانی آویزان هست، زرد و سرخ و بنفشه که نمایندگی از همون شعاع یا تابش یا انرژی نور به اصطلاح هور یا هر ستاره و پدیده کهکشانی و اون در واقع تابش و انرژی هستی بخش آتشینیست که از مهر برمیخیزه و اینها اون رو نمایندگی میکنن. میگه وزان پس هر آن که است که بگرفت گاه، به شاهی به سر برنهاد کلاه، بران بیبها چرم آهنگران، براویختی نو به نو گوهران. ما دیدیم که چگونه در مهریشت خواندیم که این مهر و گردونه مهر که گفتیم گردونه مهر همون نماد آریایی و نماد گشایش و مهر هستی بخش هست، سواستیکا مینوی هستی بخش، این رو به ستارگان زیبا آراسته بودند و این گونه این گردش رو ورجاوند کرده بودند. حتی در اسطوره ها ما به زیبایی بسیاری از جاها از وداها گرفته تا یشت ها و تا سپستر
گردونه های عرابه نیز که به اسبان زیبا حمل می شدند رو نیز همواره به زیبایی و به همین گردش انرژی بخش تصویر می کردند و تشبیه می کردند. به هر روی هرگاه هم که می بینیم سپستر از زمان فریدونی که رسم می شه، هر شاهی و هر خسروی به تخت می نشینه بر این درفش که نماد آریایی ها شده بوده گوهری جدید و انرژی جدید و به اصطلاح به هر روی زیوری جدید به اون می افزوده. زدیبای پرمایه و پرنیان بران گونه گشت اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود، جهان را ز او دل پرامید بود. این در واقع اون انرژی و مهر آریایی بود که نمادش رو در اون می دیدیم و همواره در واقع در روزها و هنگامه های تاریک و سختی این در واقع نمادی بود خورشیدگون و هستی بخش که نماد مبارزه و مقاومت بله. در مقابل تازیان بود. دقیقا در جنگ ها به علیه تازیگری و ضد آریایی ها دقیقا که حمله می کردن مرتب ایران استفاده می شود. همین گونه می بینیم حتی سپستر که بر روی نمادها از این از فرهنگی به فرهنگ دیگه یا حتی به ضد فرهنگ دیگه هم که میره، از جمله صلیبی که سپستر به مسیحیت رفته شد، این رو که جلوی در واقع تازیان و شیطان برای اونها تازیان شیطانه میگیرن، شیطان میبایست که نابود بشه، شیطان در میگن از صلیب در میگن این صلیب مسله شده و مسخره شده سواستیکا یا سمبول مهر آریاییه که به شکل مذهبیه که جودا به شکل مذهبی درش آوردن صلیب سازی کردن. بله به هر روی این بنیان اصلی درفش کاویانی است که در 9600 سال پیش ما از نو این رو درفشمون کردیم و نماد آریایی و مهر گردون هست. اما اون درفشی که در سمت راست هست و به درفش شهداد مشهور هست که گفتیم از برانز ایج، از دوران فلزات، ذوب فلزات در واقع از شهرهای جیرفت و تمدن آراتا به دست آمده، در مرکزیت شهر شهداد که در واقع در شرق کرمان میفته و بین مرکز جیرفت و شهرهای سوخته سیستان در واقع یک در اون میانه هست، در حاشیه های کویر درست این پیش آراتاس های در همون جایی که آراتاها بودن دقیقا بره. در همون حاشیه های کویر و در همون مجموعه شهرهای سوخته به دست آمده. خود اصلا شهر شهداد یک شهر مرکزی بوده با گورستان هایی که چون هر به اصطلاح اکراپولیس یا شهر سوخته که به دست میاد در واقع گورستان هایی بعد پیدا بشه که اون رو به عنوان مرکزیت قبول بکنن، یعنی نکراپولیس ها، شهرهای مردگان یا سوختگان، اینها تمام اصطلاحات غربی ها بله. و این آنتروپولوژیست های ابله غرب البته بله. ما استفاده میکنیم برای اینکه توی آکادمی که ابله رواش پیدا کرده. به هر روی یعنی این شهری مرکزیت داشته شهداد، گورستان های از اون به دست آمده، از اون گورستان ها آثارهای باستانی بسیاری به دست آمده و از جمله این درفش درفش شهداد که از گور شماره 114 این گورستان به دست آمده و از جنس برونز هست، یعنی عقاب البته بر اثر چیزی که ازش گذشته سبز رنگ شده ولی در واقع فلزی و خیلی تابان بوده، وقتی که نور بهش میخورده بسیار تابنده بوده. کدبان اون دایره رنگی رو اگه از روش یکم کنار ببرید شاید دوستان بهتر ببینن از روی درفش شهداد. این به هر روی از این یه رنگ زرد جالبی هم بهش داده و اشکالی نداره. این از شهر شهداد و از شهرهای سوخته جیرفت و تمدن آراتا به دست اومده و تصاویری که از روی گفتیم جنسش از برونز و فلز بسیار تابنده و چیزی بوده، البته به اثر مرور زمان سبز رنگ شده، ولی نقشی که بر روی این درفش هست ممکنه یک درفش بنیادین
مرکزی نباشه، یک درفش شاید ساید در، یعنی یک درفش جنبی باشه، چون مراسمی است از یک پردیسگون مانندی، از یک باغ پردیسی که 5 زن رو در اونجا نشون میده که یکی از آنها رو شاید به ایزدبانو آناهیتا نسبت میدن که در یکی از این زنان بر روی صندلی نشسته و 3 زن دیگر بر روی زمین روی باغ نشستن و یک زنی هم پشت این ایزدبانو در حال باد زدن این هست. و اینکه تخت یا صندلی به قول معرب شدهش تخت رو غربیان ابله نساختن هزار سال پیش، بله. و چیزهای باشندگان جالبی که در این باغ پردیسی نشون میده این هست که 2 شیر به یک گاو کهانداری در حال یورش یا حمله هستند. این چند تا از حیواناتی که در این نقش هست. 5 مار هست. ما میدونیم اون مناطق بسیار گرمسیری بوده که خب مثلا خرما و درخت نخلی درش هست، در بم و اون مناطق خرما و این چیزها زیاد به بار میاد و اینا همه سمبول، البته سمبوله مار و شیر و گاو، همه اینا سمبوله. شیر و گاو که سمبول دو سامانه است، دقیقاً کهکشانی هست، بله. یکیشون در واقع شیر در واقع نمایندگی از هور یا خورشید رو میکنه و گاو نمایندگی از ماه و کانستلیشن تارس و لیو یا شیر و گاو در 12 برج برای گاه شمار هست، 12 سامانه ای که بله. مجموع خورشید هان و در بله. این حال در این حال که مجموع خورشید های در کهکشان راه شیری یا راه کاووسان هست، در این حال نماینده خورشید و ماه هم میشه، دقیقاً. و 5 مار در این مار بسیار ورجاوند هست در اسطوره های ما، نماد زندگی و گیاه دارویی و تندرستی هست، چون مار به تمام خواص گیاهی و زمین بارور بسیار نزدیکی و مادر داروها در واقع حساب میشه. و اینکه در این نگاره 2 درخت ورجاوند هستند، به جز اون درخت نخلی که هست 2 درخت دیگر هستند که در اسطوره های ما باز درختانی 2 درخت ورجاوند همیشه نام ازش برده شده که گوکران هست و هوم سفید، که البته یکی درختچه ای میبایست باشه، به هر روی میتونه پیوندی با اون داشته باشه. و اینکه در این میان این باغ به 10 بخش تقسیم شده، یعنی این 4 گوش یا مستطیل باغچه ای که در اون پایین هست در تصویر باغ، به این به 10 بخش تقسیم شده که اون هم 10 دیمنشن، بله. یا 10 بعد هستی است، بله، که سپستر به 4 باغ یا 4 گوشه هستی، 4 سوی هستی یا 4 فورس تقسیم میشه، که 4 باغ های ایران که بعدن در پس از حمله اعراب ایران و بعد به طرف اسپانیا رفتن، این فرهنگ به طرف فرهنگ ایران به طرف اسپانیا رفت و این باغ ها رو در اسپانیا هم حتی در آخر به قول معروف اروپا هم میبینیم. بله. به هر روی این درفشیست که به دست آمده و باز همون همای یا عقابه که بر سر نیزه هست رو در اون میبینید و بسیار جانور ورجاوندی برای ما آریایی هست که در درخش کاویانی هم به زیبایی و در دوران هخامنشیان هم زیاد میبینیم. این کل تصویری است که از اون درخش شهداد به دست آمده که از شهرهای آراتا و جیروفت و مرکزیت در واقع آریاوارتا یا پهنه آریایی باشه به دست آمده، از رودسن تا فرات. بله. فرات هم دگله نیست، این ابله، این آقای آشوریه، بله. اسمش چیه آشوریه؟ هومرابرامیان میگه، هومرابرامیان میخواست فرات رو، انقدر این ابلهه میخواست ارمندرود و فرات رو ترجمه میکن، میگفت این هست دگله، دگله نگید، فارسیش دگله است. این میشور فکر میکنه هر جیمیلو که گاف کرد این فارسی میشه. فراوون دیدم توی فیسبوک ها این چیزا تمام جیما رو مثلا گاف میکنن، فکر میکنن اینو فارسیش کردن. این واقعا یک مسئله، دجله در نام پارسیش
تیگرس هست. تیگرس به معنای تندی و این نیرو و فشاری که این رودخونه با آبهای عظیمی که از اون میگذره، تیگرس و حتی تایگری که در لاتین و زبانهای دیگه رفته، از همین تیگرس ما میاد که به عنوان نیرومند و خروشان و به اصطلاح پیشرونده هست، که به زبان پهلوی همون گونه که در پردیسی در شاهنامه هم اومده اروند میگن، اروندروده، که اگر تو ندانی پهلوی، زبان پهلوی، تو اروند را دجله خوان. پردیسی این گونه به ما میگه تو اروند را به تازی، به زبان تازی، یعنی عربا و یهودی ها دجله خوان. دقیقا. حالا این رو برمیداره دگلش میگه رگلاجش واقعا چه وضعیه. به هر روی این کوتاه شده از این درفش شهداد بود و درفش بسیار کهن و ورجاوند که به دست اومده، پس میترا و شیر و شهریار ایران هم توضیح بله دید. اون پرچمی که یا کتیبه‌ای که در واقع به دست آمده و نشانه‌ای که در پایین صفحه میبینید که در وسط، بله در وسط و پایین، که شیر هست، میترا و خورشید که شما تو گفتید بازگویی کردید، و در برابرش این کتیبه رو همکنون در آرمیتاژ روسیه، در موزه آرمیتاژ نگهداری میکنن و قدمت زدن به 2500 سال پیش، برخی ها میگن 3000 سال پیش، و میگن یا خشارشاه در سمت چپ اون تصویر اون شاه یا انسانی که وایستده، بعضی ها میگن خشارشاه، بعضی ها میگن اردشیر دوم، میتونه بسیار کهن‌تر باشه. و هر روی چیزی که مهم هست در این کتیبه و در این سنگ نگار و تصویر اینه که شیر، خورشید یا هور در واقع، و میترا، که اینها نمادهای بسیار مهم میترائیست و آریایی هستن، و اینکه در واقع شیر که ما همواره میدونیم نمایندگی فرزندان آریایی، اون دلاوری و شجاعت و فروزهی که در فرزندان آریایی هست رو همواره برای ما سمبول هست، و اینکه در هفت مرحله میترایی شیر مرحله یا پله چهارم هست و اون نمادی است از شهامت و دلاوری و به اصطلاح شجاعت بر دلاوری، و میترا که در پیوند با همون هور یا خورشید هست مرحله ششم مهر میترایی هست، که در واقع چهارم که شیر باشه و دلاوری باشه. پله پنجم پارسی هست که باز اسطوره و نمادهای خودشو داره، ما به مرحله پارسی میرسیم. بعد از اون مرحله ششم که مهر که میترا هست و همراه با خورشید یا هور و با گردونه مهر، اون رو به فراسوی و فراپویش پله هفتم که بله پیر یا برنا یا به اصطلاح انسان کامل شده هست میرسونه. این از اون پار بله. مرحله هشتم یعنی پردیس میگذاره و در پردیس گر زمان یعنی بی زمان مکان یا جاودانگی انسان آریایی میدیسه، کسی که فره خودشو به فره به هر برسونه، به بالایی، به اون جایی که شایسته بله. هر انسان هست برسونه، میشه جاودانگی یا در زمان یا پردیس. بله، در واقع این مجموعه از بسیار اسطوره زیبا و پیچیده مهر میترایی هست، گفتیم چهارم و پارسی و مرحله ششم که میترا با هور و با گردونه، و اون انسان کامل شده ممکنه دست چپ اون انسان کامل شده ای باشه که به اون مرحله هفتم رسیده، و پردیس جاودان که هم بر روی زمین هم بر روی در واقع مینویت هر انسانی که کامل شده و به مرحله هفتم رسیده. این است یک کوتاه اسطوره نگاه به این کتیبه و این نمادهایی که ما میبینیم، و میبینیم تمام این چیزهایی که بررسی کردیم، گردونه مهر، مراحل مهر میترایی، پردیس بودن و پردیسگون بودن و ایزدانی که در این پیوند هستند رو ما هنوز هم در پرچم شیر و خورشید خود و بدون اون شمشیر عرب نگاه داشتیم. همین گونه است. این در این کوتاه‌تر میگیم که دوستان گوش کنن و در یوتیوب موقعی که طولانی هست دارن تنبلی میکنن بعضی ها و کوتاه‌تر میگیم. و زمان ما اینها رو
پیش از این در بخش‌های مختلف با دقت بیشتری و با وسعت بیشتری باز کردیم. بخش‌های از اینا رو به همین دلیل ما سریع از اینا می‌ذاریم، مثلا در شناخت گاه شمار یا هزاره های کانستلیشن ها، 12 برج که نه همه بعدا به قبل رفت به صورت زودیک که خرافاتی و مسخره بازیش در اومد، اینا پایه های شناخت رصد کردن آسمان بوده، شناخت گردش هستی بوده و اون 25 هزار سالی که طول میکشه که اون تیلت یا اون زاویه که زمین با خورشید داره دور کامل خودش رو برسه بزنه، در نتیجه نیمه اون که نزدیک 12 هزار سال خورده یه، هر هزار و اندی سالی یکی از این کانستلیشن ها در اصل در مقابل اون کجی زمین قرار گرفته. یه محاسباتی بود که دقیق انجام شده بوده، نه تنها گردش زمین به دور خود یا به دور خورشید و بلکه رصد کردن سامانه های خورشیدی و 12 کانستلیشن مجموعه خورشید های داخل کهکشان راه کابوسان که در نزدیک ما قرار دارن و هر کدومش رو به یه شکلی ترسیم کردن و محاسبه اینها و هر کدوم رو به یک سمبول، تا اونجایی که شبیه مثلا شیر بوده گفتیم سمبول شیر که بعد همشه لیو میاد توی قبل یا یا گاف که تارس میاد توی قبل، اینا البته از جان خالی شدهش میاد در قبل، ولی اینها رو ما بیش از این باز کردیم، دوستان میتونن مراجعه کنن و میس نکنن به اصطلاح به قول معروف. جدبا ما در خدمت شما هستیم. بله بله. در فردا شب در برنامه مزدوران آدمخور برنامه های جدیدی داریم که دوستان لذت خواهند برد. بله دکتر، من یه مطلبی دارم بی ربط نیست با این تصویری که امروز شما نشون دادید. بله. عرضم به حضور شما همونجور که میبینید این این شیری که ما اینجا میبینیم شمشیر دستش نیست، مال سه هزار سال پیش هم هست. بله. بعد دوستان در داخل که خیلی مشخصه در زمان آقا محمد خان قاجار ملعون تاتار که یهودی ها پشتش بودن و به ایران حمله کرد و یهودی هم که داخل ایران ستون پنجم بودن دروازه ها رو به روش باز میکردن، از جمله ابرام خان کلانتر در شیراز خیانتکار پست یهود که دروازه ها رو باز کرد برای آقا محمد خان و سلسله زندیه سقوط کرد به همون دلیل خیانت های اینا، اون زمان بود که این شمشیر زشت و کثیف علی رو به اصطلاح برای تحقیر شیر به دست شیر دادن و روی پرچم گذاشتن همون و هنوزم که هنوزه این شاه اللهی های ابله و پست و خائن به وطن و نوکر اجنبی هنوزم این رو با همون شمشیر تصویر میکنن و تو رادیو تلویزیوناش تو تلویزیوناشون میذارن، یعنی اینا با اینکه فهمیدن تاریخ رو هنوز هم اینقدر پستن که از جاشون تکونشون نمیشود. اینا همون اسلامیای یهود هستند که در آینده مردم ایران خدمتشون خواهند رسید این دفعه. بله حالا دوتا زن شمشیر اینا دارن دوشاخش میکنن این آرم سلطنت طلبا و اینها که دیدیم اون دفعه راجع بهش صحبت کردیم که دیگه بله تو آرمشون هست، شمشیر دو شاخه هست توی همین علامتی که اینا دارن، دو تا شیر، البته شیر که چه عرض کنم دوم اژدها داره و اون زیرش عکس مار و اینا هست. بله بله ما یه بار نشون دادیم شاهنشاهیاشون. بله ولی من اینو میخواستم بگم دکتر زن ببین یه طرحی تا اخیراً بچه‌های ایران درست کردن که پرچم ایران رو درست کردن، شیر بدون شمشیر و خیلی زیباست. البته بله این آقای ستار دلدار برداشته نمیدونم این یه جوری این پای شیر آورده بالا و یه شمشیرم داره دستش. حالا من با عزتون این شیری که پرچم رو من نشون میدم که دوستان بدونن که بابا اینه پرچم، اینه اگه میخوای نشون بدی آقای ستار دلدار آفر. این پرچم ایرانه، شمشیرم دستش نیست، کلک نزن وردیه دیگه شمشیر به دستش، اگه یا آقای میخوای نشون بده یه چیز دیگه نشون بده، اینه این طرح پرچم ایرانه که بچه ها داخل ایران به هر حال تر کردن. بله من هم بسیار زیباست بود و هست و خواهد بود.
اون آشغال هم شایسته همون شمشیر دو سره که به هرج نبدتر خودشونو به اصطلاح مادران و پدرانشون بره. خب اونا وابسته به اجنبی ها هستن و مهری به ایران ندارند و فقط ایران رو خوردن در این بخصوص در این 1300 سال اخیر، این 1300 خورده ایسا اینه که ولی دورانشون به سر اومده، فقط خبر ندارن، فکر میکنن میتونن اون بیزینس از یوجوال برای آینده ایران فکر میکنن میتونن ادامه بدن که زهی خیال باطل. چه پرچم زیبایی، بسیار زیبا، بسیار زیباست. من همین این پرچم ایرانه. حالا اگه نمیخوان درفش کاویانی نشون بدن، اقلا این نشون بدن. زنده باد. درود بر تو کدوانی گرامی. تا فردا شب. تا فردا شب بدرود. بدرود بر شما.